خودم به دست بیاره. اون براندازه بکنه. یه موقعیت و چیزی حدود دو برابر بالا به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، علاقمندان به ورزش، امیدوارم در هر کجا کسی موفق، پیروز و شادکام باشید. خیلی متشکرم. مطابق هر جمعه در این ساعت بیننده برنامه نبض ورزش هستید. میخوایم در خصوص وزن برداری صحبت بکنیم. همونجوری که مستحضر هستید، رقابت‌های وزن برداری جام فجر با قهرمانی کشورمون به پایان رسید. رقابت‌هایی که حدود 17 کشور در این مسابقات و این مساف حضور داشتن. این مسابقات رو بهونه‌ای قرار دادیم تا در خصوص شرایط تیم ملی وزن‌برداری کشورمون در مسیر المپیک در این برنامه گپ و گفتگو داشته باشیم. خدمتتون عرض کنم گزارش رحمان قاسمی رو ببینیم از آنچه که در رقابت جام فجر گذشت و بعد برمیگردیم مهمانان عزیز رو معرفی خواهم کرد. پنجمین دوره رقابت‌های بین‌المللی وزن‌برداری جام فجر با قهرمانی تیم ایران پایان یافت. علی هاشمی و امیر حقوقی در وزن 109 کیلوگرم به ترتیب به نشان طلا و نقره رسیدند. این دیگه پنجمین گزینشی المپیک هم بود، بعد یه گزینشی دیگه دارم که ششمیش تکمیل بشه. امید خدا حالا اونم مالا یا تو غرب آسیا یا بزرگسالان آسیا شرکت میکنیم. برای المپیک خیلی خوشبینم. امید خدا بتونم یکی از نفرات المپیک باشم. امید خدا و با تمرینای منظم انشالله بتونم تو مسابقات آسیایی بهتر از این وزنا و بهتر از این بدرخشم و بتونم وزنای بیشتر بزنم و به مدالای خوشرنگ آسیایی دست پیدا کنم و دل مردم کشورم رو شاد کنم. علی داوودی هم در مثبت 109 کیلوگرم طلایی شد. رقابت سختی بود ولی خب خدا رو شکر تونستم تو این نبرد پیروز بیام. رکورد قبلی تو چند بوده؟ تو مسابقات رکورد جوانان جهان دست خودمه. پارسال زدم ولی خب امسال اونم تو رده بزرگسالان تقریبا 10 کیلو توی مجموع رکورد زدم. داوودی وزنای خیلی عالی زد. 201 کیلو یک زد و 240 کیلو دو زد. دو نماینده وزن 109 کیلو اونم عملکرد خیلی خوبی داشتند و فکر می‌کنم تماشاگرایی که توی سالن بودن از عملکرد بچه‌های ما راضی بودند و شاد شدند. از بین این سه نفر آقای علی هاشمی در 109 کیلو و داوودی در فوق سنگین از گزینه‌های اصلی ما برای مسابقات المپیک هستند. ما نفراتمون در المپیک که دو سهمیه داریم از بین نفراتی هستن که در این مسابقه شرکت کردن و به هر حال میدانی بود برای اینکه یه ارزیابی خوبی بشه از وضعیت وزن بردارانمون. ما در ایام الله دهه فجر حداقل در 8 رشته مسابقات بین‌المللی رو برگزار کردیم و می‌کنیم ادامه روزهای دهه فجر و انشالله با همین سمت و سو میریم برای اینکه آماده بشیم برای بزرگترین آورزگاه ورزشی جهان، یعنی المپیک 2020 توکیو که در مرداد ماه قراره در ژاپن برگزار بشه. در این رقابت سه روزه 34 ورزشکار از 15 کشور جهان حضور داشتند. رحمان قاسمی، شبکه خبر، گیلان. بله، تیم ملی وزن‌برداری کشورمون با 7 ورزشگاه در این دوره رقابت‌ها حاضر بود که موفق شد 10 طلا، 4 نقره و 2 برنز رو کسب کنه. بعد از تیم ملی وزن‌برداری کشورمون، عراق با مجموع 245 امتیاز در رده دوم و اندونزی سوم این رقابت‌ها شدن. اما مهمانان عزیز که دعوت ما رو پذیرفتن همینک در استودیوی نبض ورزش حاضر هستن. ابتدا کوروش باقری، سرمربی پیشین تیم ملی وزن‌برداری کشورمون، خیلی خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما تمامی بینندگان عزیز.
جا داره تبریک بگم ایام الله هدیه فجر رو در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. اما دیگر چهره جناب آقای محسن جلیلی، رئیس کمیته مسابقات و رئیس کمیته داوران فدراسیون وزن برداری. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب علی کوروش باقری عزیز و بینندگان محترم شبکه خبر. خواهش می‌کنم. خب ما می‌خوایم در خصوص وزن برداری صحبت می‌کنیم. کار سختی که به در مسیر المپیک دارن تیم ملی وزن برداری که همیشه در المپیک‌های مختلف مدال‌های خوشرنگی رو هم کسب کردن، به خصوص در چند المپیک گذشته و هم مسابقات جهانی. جناب باقری در خصوص این مسابقاتی که گذشت شما لی توضیحات بفرمایید و اونجا که برای ماحصل این مسابقات بود چقدر کمک می‌کنه به وزن برداری کشورمون تا سالات بعدی مثلا. خب قطعاً مسابقات جام فجر یکی از مسابقاتی هستش که به عنوان گزینشی المپیک لحاظ شده و از این حیث مطمئناً یک خبر و یک کار خوب هست واسه فدراسیون وزنه برداری ایران. ولی اگر بخوایم به لحاظ کمی و کیفی نگاه کنیم به این مسابقات، شاید اون چیزی که مد نظر بوده و انتظار بوده به اعتقاد من حاصل نشده. ولی خب بازم تاکید میکنم از این جهت که وزنه‌برداران ما تونستن به عنوان یکی از کوالیفایدهای المپیک از اون استفاده کنن خیلی کار خوبی بوده. 7 از وزنه‌برداران ما حضور داشتن که یه بحثی بود که میتونستن همه بیان خودشون مرگ بزنن، به خصوص به هر حال انتخابی المپیکش این رو مهمتر کرده بود مسابقات رو. بله قطعا همینطوره و بیشتر بچهای خود ما مثل کیانوش رستمی، علی هاشمی، محسن داودی، به هر حال اینا کسایی هستن که هنوز شانس بله و اینا هنوز شانس گرفتن سهمیه دارن. از این حیث خب خیلی مهم بود که بچهای ما حضور پیدا کنن. به عنوان مثال علی داودی وزنای خیلی خوبی رو زد، ارتقا داد رکوردهای خودش رو. من فکر میکنم تا حدودی خودش رو اون 8 نفر اول این وزن نزدیک کرده. تو اوزان دیگه هم مثلا درست حافظ قشقایی جز سهمیه المپیک میشه گفت که نیست، ولی خب افزایش رکورد داشت برای خود ایشون. من فکر میکنم جای خوبی بود، فضای خوبی بود بیاد خودش رو نشون بده. کیانوش رستمی اومد که رکوردهای سابقش رو ارتقا بده. خب با توجه به اینی که مسابقات پشت سر همی رو که جای خیلی بحث داره که چرا باید تو همچین شرایطی قرار بگیره، نتونست اون چیزی که مد نظرش بود صورت بده. به هر حال من فکر میکنم جلوتر بریم خیلی به ریز میتونیم راجع به این صحبت کنیم. منم صدام بعضی وقت یه جایی میگیره که اصلا نباید بگیره. عرضم به حضور شما که من میخوام در خصوص مسابقات جناب علی توضیح بفرمایید و اینکه چرا گیلان انتخاب شد و شرایط میزبانی رو چگونه دیدید شما؟ خب ببینید، مسابقات پنجمین دوره جام فجر بود که انتخابی المپیک بود، این اهمیتش رو برده بود بالا. سطح کیفی مسابقات در لحاظ استانداردهای برگزاری خوب بود، نه اینکه نواقصی نداشت بدون شک. تعدد برگزاری اینجور مسابقات باعث میشه که ما لحاظ کیفی بتونیم خیلی پیشرفت بهتری داشته باشیم تو این برگزاری. مسابقات در مجموع ما 13 تا تیم در مسابقات بودن، 31 وزنه‌بردار اصطلاحاً مسابقه دادن، وزن‌کشی کردن. بعد کشورها با توجه به شرایطی که پیش اومده بود، خودتون میدونید تو رشته‌های دیگه مثل فوتبال و اینا هم بحث میزبانی‌ها رو میدونید در جریان هستید، برای ما هم این مسئله پیش اومد. حتی فدراسیون جهانی درخواست اینو کرد که برگزار نشه این مسابقات. با رایزنی‌هایی که فدراسیون کرد تونست برگزاریش رو اوکی بگیره. این برامون مهم بود توی این شرایط بتونیم نشون بدیم که کشورمون امنیت لازمو داره. خیلی مصرانه پیگیری کردن فدراسیون تا تونستن برگزار کنن. علاوه تعداد شرکت کننده ما ریزش نفرات داشتیم، اونم بحث‌های مختلفی پشتش بود، همین بحث پروازها بود و یکی دو مورد هم ما توی آی باقری میدونن ورزشکارهایی که توی مسابقات بین‌المللی میخوان شرکت کنن بایستی توی اون حوزه آنتی دوپینگ اسامیشون باشه. ما یه سری کشورها اسامی به ما اعلام کرده بودن که این لیستایی که برای ما میفرستن و فدراسیون جهانی هم چک میکنه.
و چند نفر از اون نفراتی که معرفی کرده بودن فدراسیون جهانی به اصطلاح اون شرایط لازم برای حضور تو مسابقات رو نداشتن تو اون بحث آنتی دوپینگ و باعث شد که حذف بشن از مسابقه. این یه سری ریزش بود. یه چند تا کشور هم بود که تو آخرین لحظه انصراف دادن حضورشون، مثل رومانی بود، اوکراین بود، ترکمنستان بود، اینا بودن که بعد اوکراین و ترکمنستان و آذربایجان اینا قرار بود بیان توی مسابقات که اینا هم آخرین لحظه انصراف دادن که تعداد ورزشکارامون ریزش داشت. ولی باز بخوایم نگاه کنیم به نسبت مسابقاتی که تو کشورهای مختلف انجام میشه، آقای باقری میدونن یه چیزی اولش چند ماه پیش گزینش المپیک توی سوئیس هم برگزار شد که خاطرتون باشه، آقای سهراب مرادی ما رفت ورزشی کرد، کیانوشمون هم سعی کردیم اونجا حضور پیدا کنه که رفت، ولی چون از قبل اسمش رو نداده بودن به صورت آزاد وزن زد. خیلی هم دوست داشتن که کیانوش اونجا. بله. ولی اونجا با اینکه تو مرکز اروپا هم برگزار شد، کشور سوئیس، و این مشکلاتی هم که ما داشتیم اونجا نداشتن، ولی کل شرکت کننده‌ای که تو مسابقه بود 19 نفر بودن. خب خیلی هم قبل این مسابقات جام پنج، حالا با توجه به شرایطی که جناب علی هم بهش اشاره کردید، پیش بینی می‌کردن که خب این مسابقات اصلا به تعویق بیفته. اونجا که شما به درخواست فدراسیون جهانی که این مسابقات به تعویق میفته، اما ما دیدیم که این مسابقات برگزار شد و مشکلی هم پیش نیومد و نشون داد که لا شرایط اونجوری که میگن هم نیست. بعد ببینیم که با توجه به هزینه‌ای که اونجا صورت گرفته آیا تونستیم به اون مطلوب مد نظرمون برسیم یا نه. البته این که تو همچین شرایطی مسابقات برگزار شده قطعا این نکته خیلی مثبتی هستش. اشاره خوبی کردن به مسابقات قبلی. البته من سوئیس رو خیلی صاحب وزنه‌برداری نمیدونم که انتظار داشته باشیم ایران هم مثل اونا برگزار کنه. ما مسابقات کوالیفاید روم ایتالیا رو دیدیم که خب البته شاید شرایط کشورشون متفاوت بود، چه به لحاظ تعداد شرکت کننده چه به لحاظ شکل کیفی برگزاری مسابقات. آقای جلیلی شرایط دو کشور رو مقایسه کردن. بله. این که حالا سوئیس تو چشم نه من میپذیرم این کاملا درست عرض کردم. ما باید ببینیم که با توجه به هزینه‌ای که کردیم آیا تونستیم به اون اهدافی که مد نظرمون بوده به نحوه از لحاظ فنی، چه به لحاظ فنی چه به لحاظ اون بعد تبلیغاتی که واسه فدراسیون ما و کلا واسه ایران تو همچین شرایطی داره. بله، برگزاری همچین مسابقاتی با توجه به اینکه می‌بینیم همچین مشکلاتی توی فوتبال یا چیزهای دیگه داریم قطعا قابل تحسینه و یه نکته مثبته. ولی خب وقتی که تونستیم برگزار کنیم ای کاش که خیلی قشنگتر از این برگزار میکردیم، شکیلتر برگزار میکردیم. قطعا هیئت وزنه‌برداری استان گیلان تمام زحماتشون رو کشیدن و نهایت تلاششون رو کردن، ولی من فکر میکنم که بدون غرض‌ورزی بخوایم صحبت کنیم میشد قشنگتر از این هم و کم نقص‌تر از این هم برگزار بشه مسابقات. ولی واسه بنده که بیشتر فنی نگاه میکنم به مسائل، مهمترین نکته این بود که بچه های ما توی یک دوره کوالیفاید المپیک حضور پیدا کنن که خدا رو شکر بودن. اوزان 96 109 و فوق سنگین ما بودن افرادی که اسم بردیم. حالا تک تک راجبشون اگه بخوایم صحبت کنیم. بله، حالا در خصوص برمیگردیم و صحبت خواهیم کرد. ضمن که اگر مسئولین برگزاری از لحاظ میزبانی عرض میکنم نیاز دارن که توضیح بدن در خصوص شرایط برگزاری، میتونن اونجا روی خط بیان، همکار بنده میتونن تماس بگیرن و این امکان رو مهیا بکنن تا ما بتونیم در خصوص مسابقات بیشتر صحبت کنیم. جناب جلیلی، همونجوری که آقای باقری هم اشاره کردم، مثلا در بنر مسابقات یک دو تا ایراد بود که بعدا برطرف شد، ولی خب اونها خیلی ابتدایی بود. یعنی نشون میده که اگه یک کمی فکر بیشتر بود پشتش یا یک اتاق فکری که قبل از دقت بیشتر، حالا دقت بیشتری، حالا مثلا منظوری نیست که سوال بره زحمت جام نامجو رو فقط به عنوان قهرمانشون جهان پهلوان یا با اون اسطوره وزن‌برداری هستن، اینکه فقط نمیشدن قهرمان نامجو. این یکی از ایرادات که البته برطرف شد، ولی نشون میده که دقت بیشتری لازمه برگزاری مسابقات. هیئت وزنه‌برداریش آقای ابراهیم اینا واقعا زحمت کشیدن، اینو باید انصافا بگیم که مهیا کردن اون شرایط برگزاری تو اون سالن
اون سالونی که مسابقات انجام شد شاید میشه گفت یه سالونی بود که تقریبا تعطیل بود اونجا، یعنی یه چیزی حدود فکر میکنم یک ماه هزینه فقط درست کردن اون سیستم تهویه سالن انجام شد، یه مبلغ خیلی کلانی هم مصرف شد. بله یه چیزی علوش فکر میکنم به من گفتن علوش 650 میلیون تومان فقط خرج سیستم تهویه اونجا شد. من تو صحبت شما میام مثلا من گاهن دیدم اگه اشتباه میکنم شما اصلاح کنید، مثلا پرچم میزدن یا با دست پایین میدادن، حالا اینا خیلی نمیشه که معیار قرار داد، ولی چیزای خیلی کوچیکیه که من فکر میکنم تأثیر داره توی دلشنگی برگزاری مسابقه. یه سری مسئله جزئی منظور جناب باقری شاید این باشه، یه سری کارشناسان که مسئله رو عنوان کردن، یه سری مسئله ریز که استان گیلان اولین تجربه برگزاری مسابقات بین المللی بود، یه سری نواقص خیلی ریزی ما داشتیم مثلا این چیزی که شما فرمودید، اونم تا روز شاید دو روز مونده به مسابقات قرار بود کل تصویر بک‌گراند کار ما LED باشه که اونو با صدا و سیمای گیلان اومده بودن دست گذاشته بودن روی مسئله که یه قسمتی رو به اصطلاح بنر کار کنیم که تصویر ما دوربینامون رفلکس نداشته باشه و اینا، یه محدوده اگه خاطرتون باشه یه چیز اولش 2 متر اینجوری ها یه بنر بود بعد LED یعنی عدم هماهنگی بود. اگه از ابتدا صحبت میشد شاید همچین مشکلی بود. معمولا قبل مسابقات جلسه برگزار میشه، جلسه برگزار شده بود. بله حتی ما جانمایی هم کرده بودیم محلای LED رو، ولی صدا سیما یه خورده دیر تو این بحث گیلان الان تو فدراسیون میتونه تو همین زمینای تو همین زمینه ها فدراسیون قطعا کمک کرده، میتونست به هر حال به قول شما اصغر ابراهیمی عزیز که از همینجا بهش سلام میکنم و من میدیدم به هر حال تو فضای مجازی که به چه شکل داشت زحمت میکشید و قطعا دست مریضات داره کار ایشون و همکاراشون، ولی خب به هر حال فدراسیون هم با توجه به اینکه خودتون میفرمایید که این تیم این گروه شاید برای اولین بار بود همچین مسابقه برگزار میکرد، شاید بیشتر از این میتونست ورود کنه که این مسائل ریزی رو که از نظر من مسائل جانبی از مسائل اصلی نیست. اما خب تو وضعه مجازی مطرح شد ولی یه موردی هم روی باقری اشاره کردن راجع به پرچم اون سیستم، عرض کنم خدمتتون که ما این توانایی توی برگزاری مسابقاتمون علاوه بر IT سیستممون داریم، انقدر این مسئله برامون جا افتاده که فدراسیون جهانی دیگه نماینده اعزام نمی کنه توی این بخش، تمام سیستم صفر تا صد آیتی مسابقات رو خودمون انجام میدیم. توی اون بحث دسته اولم بود این بله. اتفاق افتاد، اونم به دلیل ناهماهنگی هیئت جوری، رئیس هیئت جوری که داور دبیر فدراسیون ارمنستانم بود این مسئله پیش اومد که این بنده خدا به جای اینکه رأی خود هیئت جوری رو ریسیت کنه، اصطلاحا باید این کارو میکرد، رأی داورا رو ریسیت میکرد. تو این یکی دو تا حرکت این مسئله پیش اومد باعث این مسئله شد، ولی اگه خاطرت باشه توی بقیه بله. روزان بله. این مشکل ما نداشتیم. خب واقعا بازم خدا قوت عرض میکنم در کل برگزاری چنین مسابقاتی جناب باقری تو اون شرایطی که حالا بهش هم اشاره شد با حضور این همه کشور که حالا شاید از لحاظ کیفیت و کمیت انتظار بیشتر هم بود، اما باید به فال نیک بگیریم، یه خدا قوت به مسئول برگزاری فدراسیون و هر حال هر کسی که زحمت کشید تا این مسابقات رو به نحو مطلوب برگزار بکنه داشته باشیم. امیدوار هستیم در مسابقات این چنینی ما بتونیم انشالله نواقص رو انشالله به حد اقل برسونیم. من برم ارتباط ما برقرار هست دوستان یا یه گزارش ببینیم و برگردیم تا بریم سراغ مسئول فنی. یه گزارشی رو بر بچه‌ها آماده کردن از صحبت‌های آقای کیانوش رستمی، خب یه جوان با استعداد که واقعا خیلی از اهالی ورزشی اهالی ورزش دوستش دارن، حالا اتفاقاتی براش افتاد توی این یک سال اخیر تا اونچنان که باید و شاید نتونه در مسیر خودش قرار بگیره، حالا خیلی صحبت هست در این خصوص اینکه حالا چرا کیانوش تنهایی تمرین میکرد، چرا کیانوش نتونست اون شانسایی که برای حضور در رقابت کسب سهمیه داشت رو ازش به خوبی استفاده بکنه و اون هماهنگی لازم بین ایشون و فدراسیون نبود، که در این خصوص برمیگردیم و مجددا صحبت خواهیم کرد. صحبت‌های کیانوش رستمی رو ببینیم و برمیگردیم با ادامه برنامه نبض ورزش.
چی بگم؟ خب به خاطر یه اشتباه کوچیک اتفاق افتاده، یه نفری اشتباه کرده، ما مجبوریم هر روز مسابقه بدیم. شما نگاه کنید وزن برداری وزنای سنگینی رو با جا به جا کنید، شما هر روز نمیتونی آماده باشی، هر روز نمیتونی مسابقه بری شرکت کنی، هر روز نمیتونی وزن سنگین بزنی. من باید وزن سنگین بزنم، تا زمانی هم وزن سنگین نزنم هیچ راهی نمیتونم پیدا کنم به المپیک برم. اگه توی 6 ماه دوم اسم منو برای المپیک رد میبره، مسابقات رد میکردن، این اتفاق برای من نمیافتاد و من مجبور نبودم که هر روز فشار بیارم که بخوام فقط پوینت المپیک بگیرم. ولی اگه خیالم راحت بود با آرامش تمریناتمو انجام میدادم و همین تمرکز فکر و همین زمان زیادی که داشتم تا المپیک میتونستم با خیال راحت برم و به طلا المپیک فکر کنم، نه اینکه هر روز من تموم استرسم این باشه که پوینت المپیکو بگیرم که فقط راه پیدا کنم به المپیک. این واقعا حق من نبود. اما مشکل اصلی در چی میبینید؟ در کجا میبینید شما؟ من مشکل اصلی رو در جایی نمیبینم. من فقط دوست دارم که مسئولین ورزش منو کمک کنن، منو تنها نذارن، چون واقعا هیچ کمکی نمیشم. به همین دلیل به در زمانی که داشت گزارش پخش میشد ما با جناب باقری و جناب جلیلی داشتیم در خصوص کیانوش صحبت میکردیم و اینکه چرا برای تو این مسیر و این شرایط حالا افتاد این ورزشکار خوب کشور، اون چه بسا اگر شرایط یه جوری دیگه مهیا میشد، یا اینکه اون چیزی که مد نظر خود این ورزشکار بود مهیا میشد، این کمی بیشتر بهش توجه میکردیم، یا مسئله‌ای که حالا از این دست خیلی در خصوصش در گذشته صحبت کردیم. بله. من فکر می‌کنم الان شرایط یه گونه دیگه ای بود. نظر چی آقای باقری؟ قطعاً همینطوره. ما باید بیایم اول ببینیم که چرا کیانوش رستمی که یکی از امیدای اصلی مدال ماست تو شرایطی قرار گرفته که الان مجبوره دو هفته یه بار، سه هفته یه بار بیاد و توی مسابقه شرکت کنه. ببینید اون جایی که کیانوش اومد توی مسابقات جهانی اوت شد، ممکنه برای هر ورزشکاری به وجود بیاد این اتفاق بیفته. من با احترام به تمام دوستانی که تو این زمینه ها توی فدراسیون، چه کادر فنی حسین برخای عزیز و چه دوستان دیگه‌ای که تصمیم گیرن، اعتقادم بر این استش که باید نه فقط واسه کیانوش رستمی، واسه علی داودی، واسه سعید علی حسینی باید. که الان ما از دست دادیم، این پیش بینی رو می‌کردن چه نتونن اونجا امتیاز لازم بگیرن، اگر اوت شدن یک مسابقه جایگزین باشه که خدایی نکرده این رو به ذهن متوادر الان موضوع همینه که مثلا چرا اعلام نشد، دلیل دیگه‌ای داشته که این کارو کردن. و وقتی کار به اینجا میرسه، کیانوش رستمی عملاً یه دوره 6 ماهه رو بدون با امتیاز صفر، یعنی بقیه رقیبای کیانوش با یه مسابقه بیشتر جلوی کیانوش واستادن و کیانوش مجبور هستش که بیاد رکوردهای بالاتری رو بزنه که بتونه اون یه مسابقه رو نبوده جبران کنه، که فوق‌العاده سخته. خیلی از دوستان اومدن ایراد گرفتن که مثلا کیانوش اینجا بازم اوت کرد. مطمئنن وزن زدن کیانوش حتی اگه میومد به اعتقاد من 170-215 رم میزد، با اوت کردن خیلی واسه شرایط امروزش تفاوتی نداره. شانس داره دیگه آیه. قطعاً شانس داره. ولی حتماً ایشون باید رکوردهای بالاتری رو میزد و ایشون این ریسکو کرد و به اعتقاد من به لحاظ فنی کاملاً طبیعی بود این کارو بکنه و اوت شدنش هم خیلی تفاوتی نداره با وزن کمتر زدنش. من فکر میکنم باید به قبل از این برگردیم، به مشکلی که واسه سعید علی حسینی به وجود اومده، به مشکلی که واسه کیانوش به وجود اومده. الان یه مثال خوب خارج از آنتن داشتیم صحبت میکردیم، مثلا علی داودی اگر مسابقات جهانی مثلا این اتفاق براش میافتاد، خب عملا ایشون هم باید کلا ناامید میشدیم از حضورش توی المپیک. اینا مسائلی هستش که ایشالله باید مدیریت بشه. تا باقری من فکر میکنم این موضوع محصول امسال و سال گذشته نیست، از اون زمانی که خب کیانوش تصمیم گرفت به صورت انفرادی تمرین میکنه. من به عنوان یک خب من میخوام بگم همه اینا باعث شد که یه الان شاهد یک موضوعی بشیم به عنوان اینکه کیانوش رستمی این اتفاقات شاید براش پیش اومده. شاید اگر حالا اون چیزی هم که من صحبت کردم با همون زمانی که اسمشون برای سوئیس اعلام نشده بود، مسئولین فدراسیون یا نمایندگان تیم ملی میگفتن اصلا ایشون با ما تمرین نمی‌کرد که ما بخوایم این موضوع رو خب تمرین نکنه کار اداری شما یه فدراسیون. من حقیقتاً خیلی برام قابل درک نیست. بالاخره فدراسیون وزنه‌برداری اون موقع هم اصلا کیانوش اولا خودشون اجازه دادن که ایشون تنها تمرین کنه. خب من میگم همین، چرا این اجازه خودشون خب ما چرا مدیریت نکنیم؟ ببین یک ورزشکار خوبی مثل کیانوش رستمی هست، ما یک کمی بتونیم
پدرانه در کنارش باشیم، دلسوزانه مدیریتش بکنیم، بیایم بگیم راه درست و نادرست به این شکله و تو مسیر برش گردونیم. الان که اومده با تیمه که بله الان که با تیمه، نه الان خدا رو شکر با تیمه و من امیدوارم اون شرایطی که کیانوش رستمی الان مورد نیازش هست مهیا بشه. حالا من شنیدم حتی حقوق دریافتیش هم نسبت به سایر ملی پوشا فرق میکنه. حالا اون چیزی که من از این تو فضای مجازی دیدم و شنیدم، حالا با یک دو تا از کارشناسا صحبت کردم، آجری در خصوص ساکتی بالا در این مورد بیشتر باید با مربی تیم ملی صحبت کنید و اون اکیپی که این مسئله رو به اصطلاح مدیریت کارشناس. ولی خب کیانوش اول که اشتباه شخصی خودش تا حدی انجام شد، ولی فدراسیون حمایت کرد از ایشون. خاطرتون باشه این مسائل برمیگرده به قبل از المپیک، قبل از المپیک ریو هم همین بحثا رو داشت کیانوش با اون سرمربی وقت هم همین مشکلات رو بود. ولی فدراسیون بله فدراسیون حمایت کرد از ایشون تا اون به اصطلاح آرامش حفظ کنه و کیانوش برسه به المپیک و به مدالش برسه که این اتفاق افتاد. شاید فدراسیون همون لحظه هم داشت به این فکر میکرد که باید برسه به مدال المپیک کیانوش و به نوعی مدارا کرد با کیانوش در این مورد به نظرم. ولی خب این مسائل بیشتر ولی رد نکردن اسمش توی مسابقه بجز مسابقات جهانی، من فکر میکنم که اعتماد شاید بیش از حد به ورزشکار داشتن. یعنی ببینید هر ورزش هر وزنه برداری ممکنه توی مسابقه رد بشه، یعنی برای هر کسی ممکنه این اتفاق بیفته. ما وقتی که صرفاً توی یه دوره 6 ماهه با توجه به قوانین جدید وزنه بردارمون اگر اون 6 ماه رو از دست بده امتیازش صفر میشه، باید لحاظ می‌کردیم که به هر حال فرصت داشته باشه یه مسابقه دیگه. پیش بینی می‌کردیم که امکان داره توی مسابقه بود بشه. یعنی شما ببینید الان سعید علی‌حسینی رو ما به همین راحتی کلن از دست دادیم ایشون رو، یعنی باید مدیریت میشد از لحاظ اداری. نمیدونم ارتباط ما برقرار هست با آقای آخوندی کارشناس وزنه برداری. خدمت جناب عالی، آقای آخوندی سلام عرض میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عابدی، خدمت جناب آقای باقری و آقای جلیلی و همه بینندگان عزیز در خدمتتون هستم. آقای آخوندی، در خصوص مسابقات جام فای صحبت شد و اینکه نظر جناب عالی رو ابتدا در خصوص برگزاری مسابقات بپرسم و بعد بریم در خصوص شرایط تیم ملی در مسیر المپیک. بله خیلی متشکرم. من میخوام مباحثم رو با این جمله آغاز کنم که من حس میکنم که فدراسیون وزنه برداری ما و به طور کلی مدیریت کلان وزنه برداری ما غرق در ناکارآمدیه و برای این ناکارآمدی هم میشه گفتش مؤلفه های متعددی وجود داره که بعدا میشه در موردش صحبت کرد. من این جمله رو گفتم برای اینکه استنباط غلطی از حرف های بعدی من نشه. اما در عین این ناکارآمدی که الان در وزنه برداری ما وجود داره، اگر نکته مثبتی هست به نظر من باید گفته بشه و این مسابقات جام فجر نکات مثبتی رو برای ما داشت. این نکات مثبت من میخوام بیشتر اشاره کنم به شکل برگزاری که ما در رشت داشتیم، همین نحوه انتخاب شهر رشت. به نظر من در انتخاب شهر میزبان خوش سلیقگی شد. تیم برگزاری، تیم هیئت وزنه برداری ما میدیدیم که بسیار بسیار زحمت کشیدن تا بتونن این مسابقات رو به یک شکل مناسبی برگزار کنن و این شکل مناسب رو ما دیدیم که بسیار بسیار خوب برگزار شد. به نکاتی توجه کرده بودن که در لول جهانی هستش. البته که اشتباهاتی بود، البته که مشکلاتی در مسابقات بود که من معتقدم این مشکلات موجود به دلیل بی تجربگی این تیم در برگزاری بود، وگرنه تمام تلاششون برای برگزاری یک رقابت خوب انجام شد. مثلا ما می‌بینیم که فوک خزری رو به عنوان نماد این مسابقات میان در کنار مسابقات قرار میدن، نماد مسابقات رو در میدان اصلی شهر قرار میدن. اینا مسائلی که ما می‌بینیم که به خیلی از مسائل توجه شد، البته که شاید مشکلات دیگری باشه. چرا دارم به موضوع شکل برگزاری مسابقات من تاکید میکنم؟ به دلیل اینکه حس میکنم امروز یکی از بزرگترین مشکلاتی که وزنه برداری ایران داره در مسابقات مختلف این هستش که ما خوب مسابقاتمون رو با شکل مناسب برگزار نمیکنیم. این شکل نامناسب برگزاری باعث میشه که تیم ها در شرکت نکنن، رسانه ها علاقمند به پوششش نباشن،
کم کم سطح رقابت‌ها افت می‌کنه. من و من امیدوارم که این مسابقات رشت به گونه‌ای باشه که مسابقات آینده ما هم حداقل در همین سطح و لول برگزار بشه. اما خیلی از ببخشید من قبل از این در خصوص شرایطی که حالا بهش هم اشاره کردید، بحث فدراسیون و اینکه ناکارآمدی رو اشاره کردید، من از همکارا خواهش می‌کنم که این امکان رو برای حالا جناب مرادی رئیس فدراسیون، دبیر فدراسیون رو هم بگیرن که این امکان براشون مهیا بشه تا اگر پاسخی در این خصوص داشته باشن صحبت‌های احتمالی جناب والی در ادامه داشته باشن حتما در خدمتشون باشیم. البته نماینده فدراسیون در حال حاضر اینجا هستن. بفرمایید. حتما من فکر می‌کنم یه برنامه مفصل می‌خواد ما تا در مورد این ناکارآمدی ها صحبت کنیم، چون اینا یکی دو مورد نیست و خیلی متعدد هستش. اما در مورد مسائل کمی و کیفی که در مسابقات جام فجر داشتیم، من فکر می‌کنم دو تا علت مهم باعث شد که ما به لحاظ کمی این مسابقات خیلی بالایی نباشه. اولین مورد لغو پروازها، مسائل ناامنی که مطرح کرده بودن و باعث شد که خیلی از ورزشکارا و تیم‌ها در این مسابقات شرکت نکنن، و دوم این که همزمانی این مسابقه با مسابقات کوالیفیکیشن المپیک در روم ایتالیا بود. اون مسابقات بقیده این من مسابقات بود که بسیاری از چهره‌های شاخص وزن ورزی دنیا به جای اینکه در رشت شرکت کنن در روم شرکت کردن، و ما می‌بینیم که اون مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد و این همزمانی باعث شد که خب ترجیح بده مسابقات روم رو نسبت به این مسابقه. این یکی دوتا مورد بقیده من تاثیر گذاشت در نحوه که کمی مسابقات. اما به لحاظ کیفی من فکر می‌کنم که مسابقات حداقل در تیم‌های ملی، در وزن برداران تیم‌های ملی ما نتایج بدی نبود، به ویژه در فوق سنگین که به نظر من علی داودی نشون داد که امروز جوان اول وزن برداری ماست. این وزنی که به ویژه در دو ضرب زد خیلی وزنه بسیار خوبی بود در این سن سال، و من فکر میکنم که جایگاه خودش رو برای حضور در المپیک تا حدودی تثبیت کرد و نشون داد که میتونه یکی از چهرهای شاخص ما برای حضور در المپیک باشه. من به ایشون و مربی های تیم های ملی تبریک میگم. فقط امیدوارم که حداقل این یه دونه ورزشکار یا یکی دوتا ورزشکاری که داریم تا المپیک بتونه فدراسیون ما مدیریتش کنه و بتونه اینها رو نگه داره، وگرنه همین یه دونه هم اگر از دست بره ما مطمئنن حرفی برای گفتن در المپیک نخواهیم داشت. آقای آخوندی، شما پس اشاره کردید که این مسابقه در سطح خیلی خوبی برگزار شد و شکل برگزاری رو فرمودید. بله بله، شکل برگزاری مسئله. حالا بعضی ناکارآمدی رو من متوجه نشدم، منظورتون چی بود اصلا؟ من شکل برگزاری، نحوه برگزاری به عقیده من، پس اینجا باید بگیم کارآمد بود. ما یه پروتکل های در فدراسیون بین المللی داریم در مورد نحوه برگزاری مسابقات، و من فکر می‌کنم که بخش زیادی از این پروتکل ها در مسابقات رشت اجرا شد. ما یه مقدار باید منصفانه به این موضوع نگاه کنیم. خیلی تلاش شد که این مسابقات در سطح شکلیش خوب باشه. حالا نکاتی که آقای باقری در مورد داوری عرض کردن درست بود، اینها هم بود. اینها به دلیل من دلیلش رو میگم کم تجربگی در برگزاری رخدادهای بزرگ ورزشی. خب تا اینجا آقای جلیشون نکته دارید؟ البته ایشون نظر خودشون دادن راجب ناکارآمدی، که به نظر من که اینجوری نیست. ببینید، اصلا گرفتن میزبانی یه همچین مسابقه ای خودش نیاز به ارتباط داره با فدراسیون جهانی. آیه آخوندی فکر کنم کلن منظورش به شکل کلی کار فدراسیون بود. آره. صرفا راجب این مسئله خودشون پشت خط هستن. الان به کیفی که خوب بود. نه یه جورایی من احساس کردم که در مورد موضوع دیگه ای بخواهیم. الان برگزاری خوب بود. با تمام این شرایط من فکر میکنم که انتظار این بوده کشورهای قدرتمندتری بیان، نفرات قدرتمندتری بیان. بله. به جز یک وزنه‌بردار، ما چهار وزنه‌بردار که توی مسابقات جهانی پاتایا 2019 عنوان داشتن با ایرانی سن... نه بدون ایرانی. من که البته دارم... ارمنستان یکیشون وزنه نزد دیگه. ارمنستان یکیشون فوق سنگینی که تو مسابقات جهانی سوم شده بود دلیل. نظر... درست. الان منظور این که بالاخره انتظار این بوده با توجه به هزینه‌ای که داره میشه، جایزه دلاری هم ظاهرا دادن یا اینی که هنوز ندادن نمیدونم. حالا راجع به اینم صحبت کنیم. جایزه دلاری آقای آخوندی بفهمید. فقط وقتمون محدود، اگه به اون نکته‌هایی که
الان مباحثی مطرح شده، امیدوارم آقای جلیلی الان مطرح کنن که یعنی پاسخ این موضوع رو بدن. گویا گفته شده که اینا جوایز دلاریشون پرداخت نشده. اگر این اتفاق افتاده باشه و جلیل جوایز دلاری به ویژه خارجی ها بر پرداخت نشده باشه، این برای خوشنامی این مسابقه بسیار بسیار بد خواهد بود، به دلیل اینکه وزنه بردارها در آینده اعتماد نخواهند کرد که بیان در این مسابقه شرکت کنند و این برای خوشنامی ما خوب نخواهد بود. اتفاق نیفتاده باشه. ببینیم ما توی چهار دوره گذشتمون دقیقاً جوایز برگزار شده، انجام شده، پرداخت شده. توی این دوره اونم یه مشکلات ارضی ما داشتیم که این مسئله انجام نشد، که البته فدراسیون پیگیره که فکر میکنم نهایتاً ظرف یک هفته آینده پرداخت شده. آه یعنی پرداخت میشه. از چه راهی آقای جلیلی الان شما از چه راهی میخواییم پرداخت کنیم وقتی ما مراودات بانکی با کشورهای مختلف نداریم؟ ببینید تو 6 نفر برتر ما اگر اشتباه نکنم دو نفر یا سه نفر اول زمرداری خارجی بودن، دو نفر فکر نفر دوم و سوم فکر کنم ارمنستان و عراق بودن اگه اشتباه نکنم، ده همون که اونا رو خود به اصطلاح فدراسیون هماهنگ کرد باشون، ارمنستان با خود همون دبیر فدراسیونشون هماهنگ کردن که تو مسابقات آینده براشون اون مبلغ ببرن و همونجا تحویلشون بدن. بعد برای ورزشکار ایرانی چی به چه صورت؟ ایرانی هم که پیگیر هستن گفتن بح. تا یک هفته دیگه انشالله پرداخت کنن. خیلی ممنونم آقای آخوند، اگه نکته دیگه ای دارید بفهمید. نه خیلی متشکرم، من فقط تاکید میکنم که امیدوارم بلایی که سر سعید علی حسینی، کیانوش رستمی و وزنه برداری بسیار خوب برای رسیدن به المپیک افتاد در مورد چهره‌ای مثل علی داوودی نیفته و علاقمندان و وزنه برداری امیدوار باشن که ما چهره‌های شایسته‌ای رو در المپیک خواهیم داشت. خیلی متشکرم از جناب علی و ممنونم که در این ارتباط شرکت کردید با ما. حدود 4-5 دقیقه وقت داریم جناب باقری. خب من قبل از هر چیز ببخشید اینو کلمه جناب علی من اشاره بکنم که همکاران آقای بهرامند هم گرفتن در دسترس نیستن، البته قرار بود در این برنامه ما با ایشون تلفنی صحبت بکنیم، جناب مرادی هم همچنین در دسترس نیستن. بفرمایید. عرضم به حضور شما که خب بحث المپیک من فکر می‌کنم حیفه اسم سهراب مرادی اینجا نیاد که داره آماده میشه و فکر میکنم آقای جلیلی بهتر از من در جریان جزئیات آمادگی ایشون باشه. من از صمیم قلب آرزو میکنم که سهراب که فکر میکنم تا یکی دو هفته دیگه باید توی یکی از این مسابقات غرب آسیا شرکت کنه و بعد از اون آسیایی بتونه اون امتیاز لازم رو بگیره که ما حداقل یا کیانوش یا سهراب رو داشته باشیم. یه نکته دیگه هست، الان توی اون رنکینگ به هر حال کوالیفاید ورزشکارای دسته 96 کیلو نگاه می‌کنیم، اسم افرادی مثل بیرانوند، مثل ایوب موسوی هم هستش که من فکر می‌کنم که کار سرمربی تیم ملی رو خیلی سخت می‌کنه به هر حال انتخاب نفر اصلی رو، با توجه به اینکه کسی که بتونه هم سهمیه رو بگیره و هم شانس مدال رو داشته باشه اونجا، که من آرزو میکنم که ایشالله بتونن بهترین تصمیم رو بگیرن و سهراب هم ایشالله به شکل کامل کتفش درست شده باشه و ما ببینیم که بتونه حداقل وزنه بالای 400 رو بزنه و امیدوار بشیم به حضوریشون توی المپیک. یعنی در واقع شرط خیلی خاصه، نیاز به یک حمایت و یک توجه ویژه به خصوص در این چند ماهی که در رقابت المپیک مونده، امثال این ورزشکارهایی که واقعا افتخار آفریدن رو نباید تنها بگذاریم، باید حمایت دلسوزانه و قوی داشته باشیم. جناب جلیلی صحبت این جناب علی را میشنویم. بله همینطور که باقری فرمودن، سهراب مرادی الان شرایطش بد نیست، تمریناتش داره روز به روز بهتر میشه، یعنی اون آسیبی کامل برطرف. من شنیدم که اومده از روز سه‌شنبه میان توی اردوی تیم ملیمون تشکیل میشه برای هم مسابقات غرب آسیا و پشت سرش مسابقات آسیایی که تو سال آینده در اردیبهشت در قزاقستان هستش. نفراتی که آقای باقری هم بهشون اشاره کردن توی 96 تا، سهراب مرادی هست، آقای رستمی هست، آقای بیرانوند هست، این نفراتی هستن که فکر میکنم تو ترکیبی هم فکر میکنم هست، یعنی که تو اون فاصله عقبتر هستش از ایمان بره. تو ترکیبشون هستن تا اونجایی که اطلاع دارم برای مسابقات غرب آسیا الزام بشن، البته تو اوزام دیگه هم هستن همون داوودی، علی هاشمی، اینا هم هستن که همه رو داره فدراسیون به یه نوعی داره مدیریت میکنه، همون بحثی که
برسن انشالله به اون امتیاز لازم که انشالله ما بهترین نفراتمون رو برای المپیک داشته باشیم. بله، البته در مورد سهراب مرادی من دیدم که خانم کمیته پزشکی فدراسیون، فدراسیون پزشکی خیلی توجه داشتن که حالا کارهای مداومی که انجام شد برای بهبودی کامل ایشون و اینو به فالنیچ میگیریم و امیدوار هستم همونجوری که جناب علی گفتید این مسئولیت ایشون هم کاملا برطرف بشه. عرض کردم به خصوص در وزن برداری و اشکالای بی ادعایی ما نیاز هست این حمایت دقیقا تا روز مسابقه ایشون توی المپیک ادامه داشته باشه. واقعا دستشون درد نکنه، خیلی خوب تونستن سهراب رو تا همین حدرم که میگین 171 ضرب 200 کیلو دو ضرب اگه واقعا اومده باشه رسونده باشن، که من الان بیشتر از اینم دو ضرب شنیدم، خیلی عالیه. ولی نیاز هستش که از این به بعد هم حمایت بشه، همینطور کیانوش رستمی. به هر حال اینا این دو نفر کسایی هستن که با احترام به تک تک عزیزان دیگه مثل موسوی، بیرانوند، علی میری، این دو نفر خب شانس بیشتری دارن، سابقه بیشتری دارن. ایشالا که تا روز مسابقه شون حمایت بشن. همینطور تو دو وزن دیگه که شانس داریم، علی هاشمی عزیز و همینطور علی داودی جوان، که ما واقعا رو کسی داریم سرمایه گذاری میکنیم که دو تا المپیک به جز توکیو رو من فکر میکنم اگر ایشالله وزن مردانه همچنان توی المپیک واقعا باشه با استعداد فوق‌العاده است، انشالله همینطور باشه. حالا به خصوص کیانوش رستمی هم واقعا چون از لحاظ روحی روانی نیاز به حمایت بیشتری داره، من فکر میکنم نیاز به توجه بیشتر مسئولین فدراسیون هست و همچنین کادر فنی. ما چرا وقت داریم؟ نه دیگه وقت نداریم. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو. دو نکته راجع به این مسابقات خیلی کوتاه، ثانیه‌ایه فقط. بله، ما تو مسابقاتمون دو تا کلاس هم به موازاتش انجام شد که تحت نظر فدراسیون جهانی بود. بله، خیلی ممنونم دیگه زمان نداریم. خیلی متشکرم جناب باقری، جناب جلی عزیز و شما بینندگان عزیزی که مشارکت کردید و این برنامه رو تا پایان دیدید. امیدوارم که نامتون در برنامه بعدی باز هم در خدمتتون باشیم. تا فرصتی دیگر، مولا علی یارتون، دست حق نگهدارتون.